درود بر همه گرشی هستم از کانال رپتور رسلی. خیلی خوش اومدید به یک ویدیوی جدید. از عنوانش فهمیدین چرا گولبرگ اینقدر منفور شده و کمپانی چیکار میتونست بکنه که گولبرگ همون محبوبیت سابقه داشته باشه. ارشیا هستم، این چنل رپتور رسلینگ. اگه به موضوعات رسلینگ و شیکج علاقه داریم و دوست داریم که یه کوچولو حرفه‌ای‌تر دنبالش کنیم و در کل دنبال میکنیم رسلینگ و این چنل، فکر میکنم خیلی به دردتون میخوره. من تو این مبحث رو کاملا توی ویدیو مانیدبنگ توضیح دادم، ولی از اونجایی که خب شاید همه نرم کامل ویدیو مانیدبنگ رو نگاه کنن، من ویدیو جدا میگیرم و دوباره حرفا رو میزنم. چرا گولبرگ منفور شده؟ ببینید چیکار میتونست کمپانی بکنه؟ چرا منفور شده؟ فکر میکنم سوال عجیبی نباشه. خب میدونیم که چرا منفور شده 100%. حالا من میخوام اول درباره صحبت کنم که کمپانی چیکار میتونست بکنه که گولبرگ همون شخصیت محبوب خفن با ابهت حداقل میتونست بمونه. گولبرگ سال 2016 بود که برگشت. چالش براک لزنر بود که فکر میکنم قبول کرد. یادم اون موقع خیلی هایپ بودن همه. گولبرگ داره برمیگرده و مقابل براک لزنر قرار میشه. من خودم به شدت خیلی هایپ بودم و اون موقع خب گولبرگ ابهت داشت واقعا. محبوب بود. خب بگذاریم، گولبرگ براک لزنر رو توی سروایور سریز 2016 شکست میده و یه اتفاق فوق العاده پشریزونه بود و غیر قابل پیش بینی. توی اون تایم کم گولبرگ براک لزنر رو شکست میده. کاری که باید کمپانی میکرد این بودش که کلا گولبرگ رو میذاشت کنار. تا الان، یعنی گولبرگ سروایور سریز 2016 میرفت و الان میومد. دقیقاً راوی که برگشت و بوبی لشلی رو چالش کرد. یا یه کار دیگه هم انجام میشد که خب توی رستلمنیای 33 که به براک باخت کمربند یونیورسالو میرفت و الان میومد. و وقتی الان میومد از اونجایی که جانسینا برگشت و گولبرگ هم برمیگشت و بابی لشلی رو چالش میکرد، این قابل قبول و خفن بود. اصلا من کاری با این ندارم که مسابقه رو میتونه جذاب کنه، اصلا من فقط دارم راجع به این که چه وقتایی بعد ازش استفاده میشد صحبت میکنم. وقتی که از رستلمنیای 33 میرفت و الان برمیگشت، بوم میترکید. اون اوهد کسی که براک رو شکست داده، حالا بابی لشلی رو چالش کرده. کاری که کمپانی کرد این نبود. گولبرگ برگشت و با تیکر مسابقه داد. یکی از فجیع ترین مسابقات تاریخ دبلیو رقم زدن که اصلا نگم براتون، به شدت افتضاح، به شدت افتضاح. بعدش فکر میکنم مقابل دولف زیگلر قرار گرفت. بعدش مقابل فکر میکنم دفین قرار گرفت. دفین رو شکست داد و همه این اتفاقات باعث شد هی منفور و منفورتر بشه. رفت باز توی رسولمنیا مقابل براون استرومن باخت. دوباره اومد درو مکینتایر رو چالش کرد، مقابل اون باخت. الان بابی لشلی رو چالش کرد و مطمئنا از بابی لشلی هم شکست میخوره. داستانم اینه که یک از دلایل دیگه‌ش اینه که من توی ویدیو قبلی میمش بود، اینکه یهویی بعد از 6 ماه میاد قهرمان شماره 1 اون برند رو میاد و به شکل بسیار مزخرف I'm next, you're next و تمام مسابقهشون ثبت میشه. کل منفور بودن گولبرگ به همینه. مسابقات فوق العاده بی کیفیت و چقدر بعد ازش استفاده شد و بدون هیچ مسابقه ای یه دفعه میاد و قهرمان شماره 1 اون برند رو چالش میکنه. You're next, I'm next و میره. اه اه اولدبرگ باید بری بگیری تیکه تیکش کنی. و خب این به شدت باعث میشه که منفی بشه و منفی شد و منفور شد. و اگه من میگم اصلا کاری ندارم به اینکه پیره و اصلا هیچ توانی هم نداره، باید رستلمنیای 33 میره و الان میومد و بابی لشلی رو به نظرم چالش میکرد، الان خوب بود. اگه قرار بود ازش حتما استفاده بشه، به من بود که بعد رستلمنیا اصلا نباید برمیگشت. اینم از این که چرا اینقدر منفوره و چجوری بعد ازش استفاده میکردن که حداقل محبوبیت و ابهتش رو داشت. این از این. ولی خب گولبرگ متاسفانه آبی کریخته شده و الان ما دل خوشی از این مردک کچله. حالا ولش کن، من نمیخوام بیاترم میکنم. دمتون گرم، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. امروز فکر میکنم یه شورت ویدیو هم داریم، چنل اولمونو حتما یه نگاهی بهش بندازید که یه تکونه هم به اینجا بدین، چون این چنل واقعا داره اتفاقات خوبی تو این چنل میفته. دمتون هم گرم. ویدیو قبلیمونو اگه ندیدین ببینین، بعدش بعد ویدیو یه سری ویدیو بهتون معرفی میشه، دوست داشتین نگاهش کنین. نظرتون هست برای من بنویسین. تا ویدیو بعدی،
رسلینگ فن.